به یمن لقب سعید رو داده بودن، یعنی خوشبخت. این کشور طی چند سال از کشوری شاداب با ثروت عظیم نفتی که بر مهمترین مسیرهای تجاری جهان کنترل داره به یک کشور فلاکت زده تبدیل شد. هر جا سخن از فلاکت باشد نام ولایت مطلقه فقیه می درخشد. یک دهه از شروع مداخله حکومت ایران در یمن میگذره و حالا دو سوم جمعیت اون در آستانه گرسنگی و مرگ قرار دارن. اما حکومت ایران چطور تونسته یمن رو در پروژه صدور انقلاب خودش وارد کنه؟ حکومت ولایت فقیه در سال 1986 پروژه توسعه طلبانه خودش رو با صدور انقلاب به یمن آغاز کرد. حکومت ایران در اون سال چندین سازمان مذهبی سیاسی تحت رهبری یک روحانی شیعه زیدی از فرقه جارودیه رو به نام بدرالدین حوثی تأسیس کرد. یمنی ها معتقدن بدرالدین حوثی مذهب زیدی رو ترک کرده و در زمان اقامتش در قم با تطمیع حاکمان ایران تفکر ولایت فقیه رو پذیرفته. سال 2004 حوثی ها به رهبری حسین حوثی، یکی از فرزندان بدرالدین، با هدف کنترل قدرت در یمن تلاش کردند تا علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور رو با کودتای نظامی سرنگون کنند. تسلیحات نظامی حوثی ها رو حکومت ایران تامین میکنه. حوثی ها به تحریک حکومت ایران 6 بار به صورت نظامی با حکومت یمن جنگیدن که به جنگ های سعده معروف شد. 6 جنگ که نتیجه شکست حوثی ها و خروجشون از صحنه سیاسی و تعقیب اونها در کوههای سعده در مرز عربستان و یمن بود. سال 2011 در یمن انقلاب رخ داد. انقلابی با مشارکت بسیاری از جریان‌های سیاسی که خواستار آزادی و سرنگونی رژیم رئیس جمهور علی عبدالله صالح بودند. حاکمان ایران از این فرصت استفاده کردند و از عبدالمالک، کوچکترین پسر بدرالدین، حمایت مالی و نظامی کردند. سلاح‌های ارسالی از ایران باعث شد حوثی‌ها انقلاب یمن را به صحنه درگیری نظامی و هرج و مرج تبدیل کنند. پروژه‌ای مثل پروژه حزب الله در لبنان. بعد از برکناری علی عبدالله صالح، انتخابات آزاد برگزار شد که در اون عبدالرب منصور هادی به عنوان رئیس جمهور یمن انتخاب شد. اما حوثی های مسلح از کنفرانس گفتگوی ملی خارج شدند و از امضای سند نهایی گفتگوها که مورد توافق همه احزاب یمنی بود خودداری کردند. 2 سال یمن روی آرامش به خودش دید تا اینکه سال 2014 حوثی ها به صنعا پایتخت یمن حمله کردند و با استفاده از سلاح‌های ارسالی از ایران کنترل نهادهای دولتی را به دست گرفتند. بدین شکل مسیر سیاسی و گفتگو در یمن به پایان رسید. حکومت ایران برای به دست آوردن کنترل کامل بر یمن، حوثی‌ها را با شیوه نبردهای چریکی آموزش داد و سلاح‌های سبک و متوسط، موشک‌های بالستیک و پهپادها را در اختیار اونها قرار داد و اونها را از نظر مالی ساپورت کرد. 25 شبکه ماهواره‌ای در کنار ده‌ها روزنامه و رسانه‌های مجازی برای گسترش ایدئولوژی ولایت فقیه در بین یمنی‌ها تأسیس شد. کادری لبنانی از سوی حزب الله به این رسانه‌ها جهت میده و تمام هزینه‌هاشون رو حکومت ایران از جیب ما تأمین می‌کنه. حکومت ایران همچنین از ده‌ها مرکز ایدئولوژیک تحمیل کننده اندیشه‌های ولایت فقیه در یمن حمایت مالی می‌کنه. حکومت ایران حدود 5000 مرکز برای فعالیت تبشیری شیعی بین یمنی‌ها افتتاح کرده و از زمانی که کنترل صنعا رو به دست گرفته 35000 کودک یمنی رو جذب اونها کرده. 20% این کودکان زیر 11 سال دارن و از خانواده‌های فقیرن. اونچه که حکومت در طول 8 سال برای حمایت از حوثی‌ها و بقیه شبه نظامی‌هاش در کشورهای منطقه صرف کرده به بیش از 16 میلیارد دلار میرسه. امروز حکومت ایران بعد از بین بردن راه حل سیاسی در یمن و همچنین گسترش سلاح تو این کشور، یمن به سکوی موشکی سپاه تبدیل شده که کشورهای حاشیه خلیج فارس تهدید میکنه. 2/3 جمعیت این کشور در آستانه گرسنگی هستند و 13% جمعیت یمن آواره شدند و 65% از جمعیت این کشور بیسوادند. یمن سعید حالا در رتبه 2 فهرست خطرناکترین کشورهای جهان قرار گرفته. بله، هر جا سخن از فلاکت باشد نام ولایت مطلقه فقیه می درخشد.